אוקיי, פיין. בשם השם נעשה ונצליח. I was going to say Tehillim. Fine, it's connected to Tehillim. Ein Aleph, for you to feel I'm so bad, we can do it, I'm Erech. To Gemara, Masachet Ta'anit, from Ayakim, Chera is Esther, Umad Va, she's got him, it's Esther Umad Va, in Ziofat, at her tip dot, but in Ziofat, Haman Amo Da'avat Ishiyak. זאת אומרת, מפרמיית כלשון ישראלה, כלשון ישראלה חילי שיז לשתיים. את מדמנף זה שם מפתן בה, מלכי אז חוד עונה. ומכאן כלשון אסתר בסלם מלכי של יונה, דיגה, פיץ' קאמי נדו, דיגה, שיז גונה טייק קרף קרבי. והביטחון יש שום תבקו, שום נעשה שם, סל בשום. ועשיין, I knew that is. Oh, I love it. You have to do 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 it. You داشتم عرض میکردم که علت این که رایت گمارا میفرماید علت این که استرا ملکا اومد تو این ضیافتی که ترتیب داد هامان رو دعوتش کرد برای چی بود؟ یه بخاطر اسرائیل بود که مرا میفهمید چون اسرائیل خیلی میدونین چیزشون اعتمادشون به این بود که میگفتن خب ما استرا تو دربار داریم ملکه از خودمونه واسه این تفیلاشون به درگاه هشم با تمام قلب چیز نبود اتکاشون به هشم نبود چیز نداشتن اون بیتخون اون توکلی که تقدوش برو خوب که باید آدم انسان یک اسرائیل بعدی باشه این عد میده و دو هیچ قدرتی به جز خداوند دنیا رو ران نمی کنه ultimately. شما اسرائیل هم که میگیم دقیقا همینه اتفاقا تو اون دفعه هم داشتیم میخوندیم که نفر یکی از خخامیم دید که یک زن نمیدونم ایرانی بود چی بود ساحره بود اومد خاک زیر پاشو برداشت و میخواست اینا جادو جنبل بکنه مثل اینکه اینا با خاک میکنه میام چیکار گفت هر چی دلت بخواد بکن گفت من ایدان اصلا من هیچ چیزی به ندارم چون من فقط توکل باشم کجا میگن کسی که جدا توکلش 100% به خودش بر خوب باشه هیچ کدوم از اینا I deal with the boss یعنی هیچ کسی جادو جنبل و اینا نمیتونن بهش تسلط داشته باشن سو اینجا میگن که چون استر مالکه بود که اسرائیل اینو پشت دلشون سفته یا استر اونجاست همه کارامون درست میکنه واسه این چی کار کرد اومد هامان دعوتش کرد تو جلسه تو اون جشن گرفته اسرائیل استر اومده هامان دعوت کرده پس این استر با ما نیست هامان دشمن ماست چیکار کردن گفتن پس کسی چاره نداریم باید فقط توکل به هشم بشه اینجوری بدن فرج و نجات رو سرشون اومد so I don't know I'm just reading the news what's going on اینا بینه ایسلام امریکا پشت اسرائیل ولی الان میبینیم دقیقاً که چطور امریکا داره اسرائیل تحت فشار گذاشته I was just reading که اون هفته که منم نتانیاهو اومده بود اینجا باش قرار گذاشته بدین همیشه رئیس یک دولتی که میاد تو آمریکا تو کاخ سفید میدونم چقدر مراسم میذارن فیلم میکنن هیچ همینجوری هیچ اصلا باش هیچ نه عکسی نه نمیدونم خبرنگار تازه بعدش مثلا بهش گفته ساعت 1 بیا نمیدونم گفته برید باز نتانیاهو اومده اونجا کی اومده اوباما اومده که من بعد از بعد نهار بخورم بزنین صبر کنید چقدر منم نیم ساعت 45 دقیقه همین جوری منتظر نگرش داشته یعنی خواسته you wanted to humiliate him میخواسته نه جدن دقیقا گفتن این دفعه گرد تو باید جو پاشو داشته رو میز باش حرف زده مثل که داره با مکرش حرف بزن so you see I think it's very good
من خیلی خیلی که نه نه فکر کنم آمریکا پشت اسرائیل هم باشه، هیچ کی پشت فقط اش پشت اسرائیل. این دقیقاً was just thinking اینا مثل میگیرت استر که این لا نوشته قالوس که مشیخ بیاد این لا به ایشان الا الاوین شو باشه این لا لو له ایشان آدم تنها میشنت تنها تکیگاه که ما داریم اقامش برو خوب بس. هیچ انسانی، هیچ کشوری، اینا هیچ این لنو لحیشاین الا لابینو شما شماییم که تنها تکیگاه قوم اسرائیل فقط و فقط عقابش برخو هست و بس. و یه عقابش برخو میدونی اینطور اراده کردی بروخشم بعد از هزاران سال ما بروخشم کشور اسرائیل داریم، انشالله هشم پشت و پناه کشور اسرائیل باشه که انشالله همینطور بریم اینا. ولی خیلی it's very good مثلا تو اسرائیل خیلی اینا شوکه شده اسرائیل مثلا بوش چقدر اسرائیل خوب بود فلان بود. الان تمام اتفاقات هشم میخواد چیز کنه که ببینین اینا هیچ تکیگاهی به جز من نداره. مثل چی بود؟ مثل سر قیعت یمسوف. قیعت یمسوف چی شد؟ اسرائیل از هر طرف احاطه بودن، اسرائیل رسیدن پهلوی در یمسوف، از این طرف از پشت مصری ها بودن، از این طرف هم حیوانات وحشی بودن، جوشتان دریا بود، هیچ راه دیگه نداشتن. و اون وقت که تفیلا خوندن به درگاه عقادش بود، خوب وقتی از اعماق وجود باشن تفیلا خوندن اون وقت غیر ممکن رخ داد. اتفاقا دفعه رجوع این صحبت میکردیم تو موعد هم اینجا صحبتش بود سر شویش پسخ، صحبتی که کردیم اینجا از حرامتی ها سالمون شنیدم و میگه که همینطور هم میدن تو زندگی شخصش هم همینه. وقتی دارم میاد جدن میگه خدای من رجوع زیاد صحبت کردیم خدای من تنها پدر من توی آدم اینی هیچ راه دیگه ندارم. آدم جدن با اعماق وجودش به درگاهش تفیلا میخونه، اون وقت آدم یه شعات میبینه، اون وقت آدم دادن به درگاه حقابش برخون کاری نداره چیزه. ولی اونجا هم میگه که تو را میفرماید وقتی اسرائیل گیر کردن تو این چیزه اونجا از هر طرف احاطه شدن، هیچ راه دیگه نداشتن. اون وقت چیکار کردن؟ تفیلا خوندن به درگاه هرشم. رشی میگه که رشی اونجا میگه که اسرائیل تفسو اومانوت شل ابیهم بیادم میگه اومدن چی؟ به سلام رو کردن به چیز پدریشون، همونطوری که میشه ابراهام تفیلا خونده، میشه ابراهام و یشکم ابراهام با باقی که تو را میگه یا منظورش ابراهام بینو شخرید تفیلا شخرید بخون نمیشه و یه یצחق لسوخ بساده تو را میگه که یצחق رفت لسوخ بساده میگه تفیلاست، سیبخه هم تفیلاست. وقتی میشه رو یعقوب بینو و یفگه با مقام اونم تفیلاست، همه اینا جاشون تفیلاست. میگه اسرائیل وقتی گیر کردن همون چیزی که بذار راه پدراشون رفتن، همون که پدراشو تفیلا میخونن اینم تفیلا خوندن. ولی این روباتاتی و سلون میگن که اصلا چجوری میشه مقایسه کرد تفیلا را؟ اونجا عبر مبیلو تو به زود بلند شده، تحت فشار نبود، تحت تعقیب نبود، داری میره با خداوند راز و نیاز میکنه. یا یצחق لسوخ بساده مثل که داری میره گردش میکنه تو صحرا و عشب تفیلا میکنه. اینا تفیلایی که میخوندن، تفیلای عبرانس های یعقوب در کمال چیه؟ آرامش، there is no pressure، همچین حالتی نیست. اینجا چجوری بود؟ اینجا اسرائیل اصلا در معاصره هستن که هیچ اصلا جونشون هیچ راه فرار نده من. چجوری میشه از وضعیت روحی این دوتا رو با هم مقایسه کرده دارن اینا؟ سلامتی سلمان میفرماید که ببینید میگه عبرانس های یعقوب هم فکر نکن. عبرانس های یعقوب حتی در حالت آرامش و سلامتی و پیس تفیلایی که میخونن مثل اسرائیل سر قیعت یمسوف بود. واسه میگه که رشه میگه که مقایسه میکنیم که تفیلاشون اینجوری بود، یعنی و میگفتن this is the way it has to be. هر دفعه که ما بلند میشیم تفیلا میکنیم در قبل دوش باره خوب we have to realize که ما جدن هر لحظه زندگی ما مثل قیعت یمسوف بود، که هر لحظه زندگی، هر نفس، هر لحظه سلامتی، هر نظر اینا it's not less of a miracle. هیچ معجزه کمتر از اون چیز بر قیعت یمسوف نیست. یعنی از نظر روحی آدم باید نکه آدم مالی خودیه بشه، نه آدم از نظر اپریشیشن که باید هر لحظه احساسی که ما داریم دقیقا مثل اینه که جدن
هر قدم هر تپش قلب خداوند داره ما گیفت داره میده. داره گیفت. It's a gift from Hashem. The intensity باید شبیه اون باشه. که اسرائیل که ابراهیم تو یعقوب یعنی در حالت به اصطلاح آرامش و سلامتی و خوب اینا که تفیلا میخوندن تفیلای از نظر شدتش از نظر میدونیم با قلب بودن و با احساس بودنش عیناً مثل تفیلای اسرائیل بود. وقتی اسرائیل گیر کردن اونجا به هیچ راه فراری نداره. اصلا اینا چی میگه آقا شما دست بده شما ببین هاشم ما رو میفرسته تو این دنیا بعد خودش از ما پنهان میکنه و ما میشنه من یکی بینید که حقودش برای خود دیسکاور بکنیم که آدم خداوندی که خودش رو پنهان کرده ولی constant he's giving to us our mission is to discover Hashem to realize that everything comes from him. واسه همینم این اتفاقات سیاسی که میفته من این نخوندم گفتم اینن مثل میگیلت استره که چرا استره مرکا چه کار کرد تو نمیخواست استره به حدی به جز Hashem استره مرکا میخواست به استره شما فکر کنید به من دارید که من ملکه هستم شما رو نجات میدم این عود میلودو به جز عقودش برو خوب he's the boss هیچ قدرت دیگه وجود نداره واسه این چکار همونه دعوتش کرد ایسرائیل دیگه میدونید قالی زیر پاشون کشیدن استرام ملکا داره با خیانت میکنه اینکه ما چیز میگنیم که این ما رو نجات میده بیا این ماده همونه دعوت کرد ایسرائیل گفتن پس apparently تنها امیدمون هشمه وقتی اینجوری wholeheartedly با هشم چیز کردن that's it اون وقت که اون نجات و یشوع و سیسی همه که یه مو اثر این کسی های کم نشد اینجا هم به عزت هشم it's gonna be the same scenario so he's the boss I told you in Williamsburg یه اسرائیل خسید بوده چیز داشته I think it was selling gloves or something wholesaler بوده وارد میکرد اینا و این همیشه میگفتن هر وقت همش میگفتن که you know where is the boss گفته the boss is up there the boss مثلا کسی میگه آقا تو این کارخونه اینجا کسی مثلا نمیدونم UPS میگه where is the boss گفته the boss is up there boss آقا دوش برو خویز the boss so یه دفعه the story goes که این یه کارگر داشته کارگرش میدوزیده میگه اینا کارگر ازش میدوزیده اینا دختره بود ازش میدوزیده یه دفعه سر که میخوان بخوان پانچ میکنن که برام بیرون اونجا میره یه در کیفتو باز بکن طرف قبض که از کارخونه بره بیرون داشته پانچ میگن کیفتو باز کیش باز بکنه پر جنسای دزدی بوده دستکشو ندزدیده بوده اینا اینم بیرونش میکنه میگه آقا بر بیرونش میکنه بعد از چند روز بعد از این یه سیاه گردن کلفت میدونم میاد تو چیز میاد تو همین بیزنس این و چیز میکنه هم داشته با اینم یارم مشغول کار بوده باسه داشته کار میکرده طرف میگه where is the boss این هم طبق عادتش میگه the boss is up there right این هم میگه I'm gonna wait for him این هم میره کنار و نمیگه که he's the boss is میره تلفن میزنه پلیس میاد میگیرنش اومده بوده بکشنش اومده بوده این بیرونم بویفرند دختره بوده بوده بکشنش خودش میگه چه میگه the boss is up there طرف میگه oh the boss is up there he's gonna come okay I'm gonna wait for him to come down فکر میکنه مثلا باس طبقه بالاست ولی he meant the boss is up there حقوقش برو خود he's the boss یه کتاب هست به اسم All for the Boss Did anybody read it? انگلیسیه Okay. It's a beautiful book. All it's called All for the Boss. All A L L yani every are yek rajbe yek Rabbi Hyman bude ke tu New York zendegi mikarde. Shayad menam 70 80 sal pish hada na. Va in jiddan gofte tu zendegish whatever he did. Aghadosh please the boss. All for the boss. Cho har kari ke mikarde all for the boss. All for the boss. Emunay ke dashte. Bitakhani ke dashte vadan jiddan bad in bad olgu zendegish bakane. آدم بعد نماش we have to realize he's the boss آدم هر کاری که میکنه بشه گفت گفت نه all for the boss whatever I'm doing it's for the boss right everything because he is this is ببینید این که میگن این هود میله و دو این بزرگترین میتسوه که ما داریم امونا به هشم یعنی 613 تو گماره میگه 613 فرمان بعدن اومدن کندنسش کردن گفتن جدن اینا منشعب میشه اینا از 11 تا میتسوه هست 3 تا میتسوه بالاخره خوابوغ هنوی اومد و گفت صدیق به اموناتو یخیه گفت ببین همه میتسوها ریشش از یک امونا به هشم ایمان به عبادش برو ایمانی که آدم اینه هر لحظه
هر قدم با هشم بودنه و بدون everything comes from him و بدون که عقبش برخون مرتب واسه ما کلو میفرسته. هشم همیشه واسه ما میبینی مرتب علامت میفرسته چیزهای مختلف. we have to pick up the clues. اتفاقا این دکتر الیست میان اینجا خیلی وقت میان سر کلاس ها اینا یک شنبه صبح نمیدم خانمه که سر کلاس بودیم بعد از کلاس گفتم آقای دکتر کجا بودیم؟ گفت من چیز بودم. گفت اصلا نمیدم اصلا چشماش عشق جمع شده. گفتم چی؟ گفت ببین گفت اصلا گفت من عمل باشه مثلا معجزه هایی میکنه که unbelievable. حالا تو ببینین هشم واسه همه معجزه میکنه بعدم بعد عینک درست رو به چشمش بزنه که ببینه. میگم ببین من خود برم آذربایجان تو باکو میخوام برم یه هاسپیتال بسازن. یه دکترها دعوت کردم بریم اونجا رایت. فقط من گفتم از اینجا از لس آنجلس تا اونجا زنگ زدم به ایجنت ها اینا گفتن اینم لوفتانزا میره نمیدونم بریتیش ایرویز میره این میره اون میره. گفت ببین من نمیدونم بهشون گفتم آی دونت کیر کی کجا میره من فقط چیزی که خب شب شبات خونه باشه مثلا بعد یه هفته چیزی دارم میرم اونجا میخوام وقتی برمیگردم I want to be back in LA Thursday night latest Friday morning خب شب شبات خونه باشه. بهش گفتم ببین این اینا نه نه نمیدونم چیز اینجوری اونجا I don't care بیشتر بشه گرونتر بشه I want to be home for شبات نمیخوام خونه باشه. یه بالاخره اونم ایجنتی بهش میگه ببین یه پرواز از لندن فیونا تک ایت ولی بعد از جو بری شیکاگو از شیکاگو میره استانبول میره ترکیه نمیدونم چه ایرلاینی و بعدش اونجا بالاخره میرسی این آره این وقتی برگردی شب شب میگه اوکی گرونتر هم واسه I don't care نم با لوفتانزا نمیدونم چیز داری و نمیدونم این کلابو داری میگه نه من میخوام شب شبات خونه باشم. میگه من رفتم چیز کردم و بالاخرهشم شب شبات رسیدم قبل از شبات اینجا بودم. گفت اگر من با لوفتانزا رفته بودم بریتیش بود الان تو اروپا استاک شده بودم دیدی چی الان چی تو اروپا چی شده. گفت ببین اصلا ببین هاشم چقدر هاشم لفظ بین. گفت ببین من به خاطر شبات اگه گفت اگه نه اون نوز الان دو سه هفته تو اروپا علاف شده بودم. یعنی سی همین یک کسی که ممکنه اتفاق بیفته اوکی اتفاقیه دیگه ام لاکی ولی کسی که این امونا داره نگاه میکنه عقبش پر خوز گیوینگ نو مسیجز گیوینگ دیز کمیونیکیشن دیر از کمیونیکیشن ولی امونا اینه امونا آدم این باید بدونه. مثلا اومدیم رو سر شیور من خیلی وقت اتفاق میفته ببینید مثلا آدم میده وقتوری جوری یه نفر میده میگه این دقیقاً what I want I needed to hear I just you know I heard it. چرا؟ چون جدا من ماشی عقادش بخون مسیج بینم اصلا میدرستان بینم اصلا چی اصلا I didn't know what you're talking about و اصلا هم دفعه میاد سر یه شعور یه دفعه میبینی یه چیزی میفهم اصلا یه مسیجی میگیره بین خودش خود عقادش بخونه هشم چیکار میکنه مسیجه رو به طرق مختلف به آدم میده ولی دم باید گیرندش میزون باشه. این الان تو همین اتاقه میدونی چقدر موجای جدای مختلف هست هزار تو رادیو به زبانهای مختلف الان تو همین اتاقه میتونه حتما عربی هست، ترکی هست، ارمنی هست، چاینیز هست، جاپانی you name it همش تو این اتاقه هست. اون تو باید گیرنده میزون باشه موجود دیده then you're gonna hear it. اینجا هم اقا بشکر خوب is constantly هشم ببینی با ما there is a personal relationship و هشم مسیج میده ولی دم باید گیرندهش میزون باشه. کسی گیرندهش میزون نیست اوکی مثلا میگه آدم میگه یه گل میتونه ببینه میگه واه ما ربو محسق هشم آدم میگه چی نگاه کن چه beautiful thing شیپش رو نگاه کن رنگش رو نگاه کن بوش رو ببین از کجا اومد اینا آدم هشم رو ببین آدم میتونه به قول مهران آدم میتونه به یه گل نگاه بکنه هشم رو ببینه یکی اصلا من چقدر واسه که هیچ نمیبینم آدم اینو بی بساری آدم به تو عجایبی که تو بدن خودش هشم چه معجزاتی آره میخونیم امروز یه ولی آدم باید گیرندهش میزون باشه. کسی که گیرندهش میزون نیست نمی موجا هست it's all there این همین الان اینجا همه اطلاعات دنیا آدم اینا بریم مثلا گوگل بکنیم آدم everything is here همش اینجا هست ولی گیرنده باید میزون باشه. وقتی گیرنده میزون نیست you don't get the messages و به خصوص ببینید کشروت is very important تو را میفرماید کسی که میدونید کسی که کاشر نگه نمیداره و کشروت چیزش این که دقیقا این که این آدم گیره آدم بتونه این spiritual message رو بگیره. تو گمارا میفرماید وقتی آدم که تو تورا نوشته تورا میفهمید وقتی تورا پارشت شمینی بود وقتی راجع به حلقه کشروت صحبت میکنه تورا میفهمید غذای غیر کاشر نخور because when it met him bomb نیت met him bomb با الف معمولا نمیشه تامه یعنی نشامات تامه میکنه وقتی شون کاشر نگه نمیداری ولی تو تورا الف is missing
سوچی خونده میشه ونیت مثل تیمتون. تیمتون به عبری میگن، به عبری اسرائیلی میگن متومتام. یعنی چی؟ متومتام که اسرائیلی میگن یعنی مغزش سیلده. تیمتون بستگیه، بسته از عقلش بسته است. تورا میگه وقتی آدم کشوتو نگه نمیداره، تیمتون حالا قلبش مسدود میشه، گیرندش خراب. He's not gonna get the messages. He's not gonna message. مثلا از گرم دکتر الیس مثلا این he sees it, takes a clue. یه کسی دیگه هست همین اتفاق میفته، I was just lucky. Oh, it's a good thing که من از نمیدونم ترکیه بودم و رفتم از بالای گرینلند دور زدم تمام اروپا رو. اصلا هواپیمای چیز کرد ویرا اینجوری میکنه، از اون از ترکیه که میان اصلا از گرینلند میان، از اروپا نمیرن. یکی از گرینلند میگه lucky نه lucky، ولی کسی که امونا داره میگه ببین هاشم داره من چیکار میکنم، چون خواستم شب شبات خونه باشم. این عقاطش بود چجوری مثلا من چه معجزه ای کم. ولی آدم اینا یک کسی میگه حرفا چیه اینا، متوجه هستین؟ It all depends که آدم گیرندهش میزون هست یا نیست. So every آدم همه چی میتونه ببینید، تفسیرهای مختلفی هم همین. آدم یا تو بعد اوباما با اسرائیل داره تحت فشار میذاره، ولی آدم اگه نگاه بکنه از نظر اسپریچوالی میگه ببین خودش رو میگه ببین هیچ کسی دیگه it's only این اود میله و دو این اود میله و دو قدرتی به جز خودش رو مدافع اسرائیل نیست. You have to cannot rely on anybody. هیچ کس دیگه ما نمیتونه که بکنیم. این لنو لهیشه این الا الابینو شو بشماه که ما تنها تکیگاه ما نقا بشمار خود، چه از ذر ملی چه از ذر شخصی. از شخصی ما وقتی شما اسرائیل بگیم این سیم فیم، شما اسرائیل بگیم هشم الوکن و هشم اخاد، یعنی بگیم چی؟ یعنی ببین حقا دشمار خود شادی فرستاده های زیادی داره، ولی بیسیکلی اولتیمتلی این قدرتی به جز حقا دشمار خود خداوند همه چیزا میتونه خونسا بکنه. Everything is in the hands of Hashem. So با این مقدمه بریم سر تهیلیم. تهیلیم عین الف 71 دالت پاسخ داره تسلیم داده ملک خلاص شوم داره فرار میکنه در تنگناس. پسرش افشانو میخواد بکشتش. من صفحه نمیدونم. اوکی. سو این الف پاسخ دارد میگه الوکای پلتنی میاد راشا میکفن اول به خونت دویده بله خونه خداوند پلتنی منو نجات بده میاد راشا. دویده میگه که هرچی باشه ببینیم پدر بچهشو دوست داره. دویده بله خونه میگه خدایا افشانو سرنگونش بکن. میگه منو پلتنی میاد راشا، من از دست این نجات بده. بعدن وقتی که سربازهای داوید سرلشکر داوید ملخ افشانون میکوشتش، داوید ملخ چقدر گریه میکنه و چقدر عزاداری میکنه، باش که افشانون پسرش خود بکشتش. افشانون البته پسریه که میدونیم، پسریه که از یک زن غیر اسرائیلی که داوید گرفته بود اسرائیل کرده بود گیره شما. اینه باید گواره میگه، میگه ببین میگه کسی که یعنی دوید ملخ خلاف علاقه نرفته بود، یعنی تو رو داره میگه این کسی که میاد مثلا ازدواج میکنه فقط for the looks بیشتر دیگه نگاه میکنه بچه ها ناخلف کنه شد. این من متاسفانه ببینی الان توسه ازدواج ها الان هم هست، خیلی از این جوان ها نه تا دختر های نبینمش چیز نمیکنم فلان، خیلی وقتا they miss out on a lot of good opportunities. Looks it's not everything. مادرم که دنبال عروسی دخترشون میگردن دنبال چی هستن؟ دنبال اول قشنگیش. ولی صورت هست و سیرت. اینجا داوید ملخ میگن پدر مادر افشالوم خیلی زیبارو بود، ولی همچین بچه که میدونین چیز بود اینا میخواست پدرشو بکشه. افشالوم میخواست پدرشو بکشه. بچه و بود مادرش؟ نه خاص و خلیل بچه و شلوم ملخ از بچه بود. اسم مادرش بکنم معخا بود. معخام چیزی رو فکرم نه اسرائیل نبود، اسیر جنگی بود که بعد اسرائیلش کرد. یه خگیت بود کد بی یه معخای یه فتوار دیگرش بود کنم، شاید چیز ادونیا بود کد بی ادون رو میمری زنگی، ولی مادرش یه فتوار بود. یه فتوار یعنی تو جنگ به اسارت گرفته بود و اسرائیلش کرده بود از این حرفا. سو امن ایتس نات تو سی بعضی وقتا جده این کسی گرتصدق میشن خیلی خیلی صدقانیات هستن، ولی اینجا این تمام محرک اینه به چیز شاید
جنسی و ظاهری و اینا بود. حسین از اینجور ازدواجا میدونین چیزه چیز خوبی در نمیاد. anyway دوباره تمنخ میفرماید که الوکای پلتنی میاد راشا میکف معول و خومت. از کف اینجا کف میگن که از دست قوی تره. یه دوباره تمنخ اینجا در تنگنا بود. right معول و خومت یعنی یک آدم کچکار و خومت از همون خماس میاد. خماس مخشمان به ذکرام خماس میشه violence میشه چی به فارسی؟ وحشی ظالم نه نه violence میشه چی به فارسی؟ وحشی نه کسی که حمله میکنه نه wild violence خرابکار whatever حالا اینا از خودشو قبول داره I guess فارسی انگلیسی شما هم بهتر از من نیست okay fine خماس میشه violence پش you know crime whatever از همین خواص هم کلامی yes بله بله خودشون قبول داره سو میکف خب این اوتیوت صدی و سمخ متخلفات هستن اینا رایت مثلا این فارسی میگن که میگن خمس کاری به خمس و خموس هم نداره در خمس که اینجا میگه منظور میگن همون خماسه که میشه وایلنس در صورت پاسخ بعدی که اتا تیقواتی دوید ملخ میفرمت خداوند اتا تیقواتی You are my only hope صحبت که الان میکردیم و دوید ملخ میگه با ما یاد میده که من چجوری جدن توکل به هشم پیدا بکنم This is an unbelievable پاسخ دوسته پاسخ هست اینجا که جدن This is the way آدم میخواد تو زندگیش آرامش داشته باشه آرامش از کجا میاد از میتاخون میاد کسی که توکل داره به خودش باهم کسی که امونه قوی داره به هشم توکل داره به هشم تو زندگیش آرامش داره سیمخا داره تو تیلیم داره دوینخ میگه کی با تخ کی با ایس وقتی بیانی که بشه به خودش با تخ سیمخا بیتاخون بیتاخون توکل به هشم چجوری میاد خوب بوش کنی دوید ملخ میگه کی اتا تیقواتی خداوند چون تنها امید من تو هستی هشم الوکیم چه وقتی تو خداوند با من با کمپشن رفتار میکنی چه وقتی الوکیم چه وقتی سر من ججمنت میاری و من در تنگنا قرار میدی ایدر وی داوید هملخ میگه میوتخی مین اورای من توکلی که به تو پیدا کردم مین اورای از زمان جوانیم است یه پاسخی هم بریم آلخا نسمختی می بته من آلخا به تو تکیه داشتم نسمختی می بتن از بطن مادر می معی ایمی اتا گزی میگه از بطن مادر از اون لحظه ای که right. به سلام نطفه من بسته شده تو بودی خداوند so many things could go wrong ولی تو عقبش برو بود تو از اون لحظه همینطور دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه با من بودی چیکار کردی؟ right. آلخا نسمختی من به تو تکیه دادم می بتن از بطن مادر می معی ایمی اتا گزی از بطن مادر تو منو جدا کردی منظور چیه؟ مفاشم توضیح میدن ببین اول وقتی چیز نطفه ایجاد میشه تو بطن مادر کم کم پرورش پیدا میکنه و بعد کم کم یه چیز مستقل میشه right. کم کم اقدوش برو خود لحظه به لحظه چجوری ما رو کرییت میکنه عضو به عضوها تکمیل میشه فلان میشه بعد فقط کم کم قدم میگه مستقل میشه که فقط با یک چیز ناف به مادرش وصله که اونم جدا میکنن و becomes an independent person میگه خداوند از from the very beginning of inception you have been with me right. تو بودی که انقدر مخاطراته آدم باید مقالهاشو بخونه so many things دور از همه could go wrong ببینیم اصلا it's missing when you float چه معجزاتی هست که چجوری the embryo میدونیم develop میشه تو بطن مادر مرحله به مرحله constantly missing when you float معجزه پشت معجزه است از هیچ انسان میدونیم نطفه بسته میشه پرورش پیدا میکنه late stage after stage یه مرحله بعد از مرحله کم کم develop میشه تا چی؟ اتا گزی می ای ایمی اتا گزی گزی گفتیم اینجا طبق یه پشاده گزی چی؟ قطع کردن جدا شدنه که کم کم این امبریو چی میشه؟ جدا میشه از ما اولش جزی مادره است stage by stage
دوید الملک میگه و بعدش نئورای جوانش که میگه بارها رو می صحبت کردیم. ببینین دوید الملک علیه و شلوم تو سن 28 سالگی همه فکر میکنن اصلا یک بر نسبت یه بچه نامشروع. ما 7-8 ساله رجوع داریم صحبت میکنیم همهش از وقت پیلی ما شروع کردیم. دوید الملک میگه very difficult life. ولی دوید الملک میگه ببین این چیزی که از حتی برادرها همه فکر میکردن که این بچه این برادرشون یه برادر نامشروع، فکر میکردن که مادرشون از این کس دیگه، چون میدونین پدر داوید الملک خیلی صدیق بود، رای اومد گفت چی؟ گفت پدر داوید الملک گفت من جدم روتم معاویه بوده، سر این بحث بوده که آیا روتم معاویه میتونست بوده اسرائیل بشه نشه، شاید اصلا جدن پدر داوید الملک بیشک خیلی زیاد که از صدیقای که اصلا گناهگر پدر داوید الملک زیادی صدیق. گفت ببین من اومدم زن اسرائیل گرفتم، من I don't deserve زن اسرائیل. شاید میتونه چیز ایشای پدر داوید الملک گفت ببین شاید چون در اون زمان بحث بود تو تورا فرموده است که چی؟ تورا فرموده که معاوی نمیتونه بیاد اسرائیل بشه. حالا در زمان وقتی داوید الملک روتا معاویا خخامی میگفتن ببین تورا گفته معاوی مرداشون نمیتونن ولی معاویت ولی زناشون میتونن. ولی سر این بحث بود، اکثریت اینجوری رای دادن که دیز بود تورا سز ان و مثلا روتا قبولش کردن و اسرائیل شد. داوید الملک ازش متولد شد بعدن. ولی یشای پدر داوید الملک خیلی صدق گفت خب چی میگه؟ خب شاید هلاخا مثل اینایی که میگفتن که نه معاوی نه معاویت. پس اگه اینجوری باشه، اگه جد مادری من که روتاس نمیتونه بیاد اسرائیل، من اسرائیل نیستم، اگه من اسرائیل نیستم چجوری من زن اسرائیل کاشر دارم؟ از زنش جدا شد، از زنش جدا شد. خیلی میگن یشای که از تنها کسایی که اگه 4 نفر تو طول تاریخ نگه خطا نگه یشای پدر داوید الملک خیلی صدیه بودی. گفت من کیم؟ من شاید خب ببین درسته که اکثریت اینجوری رأی دادن، ولی خب اقلیت میگفتن که نه، که روت هم نمیتونه بیاد اسرائیل بشه. اگه اینجوری من اسرائیل نیست، اگه من اسرائیل چجوری من تو زن اسرائیل بگیرم؟ از زنش جدا شد. ولی خب باید زنش رو رفت یه شیفقا یه کنیز داشت، کنیزه رو آزاد کرد که بیاد زن این بشه. شب به جای اینکه کنیزه بره تو هجله، زن خودش رفت تو هجله. بعد دیدن که چی؟ زن ایشای حامله شده. گفتن فکر کرد که خواست به خلیلا چه؟ و تا سنی که و داوید الملک اینجوری تو همچین جوی داوید متولد شد، اصلا منفور بود، برادرها باش کاری نداشتن، هیچ کی باشش کاری نداشت. داوید الملک اینجوری ببینین این بیتاخون بحشم خدایا من هیچ از بچگی هیچ کسی به جد بتو نداشتم، حتی فامیل من قبول نداشتن. ببینین اینو ببینین، یعنی when I was preparing the shoe گفتم ببین اقلش برو خود هر کسی میدین توی شرایط قرار میده، هر کسی میدین گوز اینا، ولی ببین این شرایط که توش قرار میگیره، ببینین if life gives you a lemon make lemonade. داوید الملک از این سرکومستنس ها چیچ بیتاخون ساخت، گفت خدایا من از بچگی فقط با تو بزرگ شدم، حتی برادرها منو قبول نداشتن، پدرم حتی منو قبول نداشت. میدین تا کی داوید کی یشای متوجه شد چون که اشتباه کرده، وقتی که شما ننوی اومد خداوند فرستادش برو پادشاه بعدی اسرائیل، برو از بچه های یشای پادشاه بعدی اسرائیل از اونجاست. میدونیم شما رفت بشه پیش یشای گفت بچه هاتو بیار، شما فکر پادشاه اینه گفت دیگه بچه نداری؟ یشای خود سرش رو خاروند گفت یه پسر دیگه هم، نمیدونم پسر من باشه نباشه، یه پسر دیگه هم هست با گلاس کو بیارش. آه اینه خدا من این انتخاب کرده، این داوید الملک پادشاه اسرائیل اینه. اون وقت ایشا گفت او متوجه شد که همه حسابش اشتباه بوده، این دیوارو خشم زنش از خودش حامله شده بوده. یعنی ولی پیش خود مجسم بکنید داوید الملک تو چه شرایطی بزرگ شده. ولی داوید الملک داره میگه ببین این توکلی که به این طریق من برشم پیدا کردم به خاطر این شرایط بود، به جای اینکه ببینید to become like to develop like in a bitterness و باید ثراپی برو حالا این کنم نم طفل و درون و کوچک و اینجوری بود و پدر مادرت رابطشون این بوده فلان و اینا which a lot of times we need to do that. I'm not discounting that. نه ببینین جدن ثراپی good therapy is very good. ولی ببین اینجور داوید الملک از این شرایط what did he get out of it? Hashem gave him a lemon, he made a lemonade. برای چی میکنه؟ میگه واو یه خدای من که من این وقت تو زنگی تنها نبودم. You always از اول مثلا خیلی از اینا همه مو میگوست میدن رایت آدم از این معجزاتی که آدم ببینه آدم از اینجوری باید چیز کنه، این بیتاخون از اینجا میاد.
آدم مثلا همون فشار داریم، تنگناهای مختلف داریم، بگی بابا تو این چه جوری اومدم؟ این خداوند داره he's taking me step by step minute by minute. از اول که من نطفه بودم که مثلا خدا اینقدر خدا واسش کرد بچه ساقط میشه، این میشه فلان، اینا میشه. ببین هاشم is taking care of me. ببین قدم به قدم هر کدومون تو زندگی هاشم he brought me this far, he's gonna be take me from here and on also. This is ببینین که تو تیلی میگه اصلا it's unbelievable. دوید من الان دو مرتبه تو تنگنا قرار گرفتم، میگه so what؟ میگه خدا من هیچ وهمی ندارم، I know. و ببینین it doesn't mean ببینین بیتاخون به هاشم بارا که من رو عرض کردم، توکل به هاشم نیست که اون چیزی که من میخوام اتفاق بیفته. توکل به هاشم اینه که هر اتفاقی که میفته خیره. توکل به هاشم اینه دوید من خیلی سوریم داشت، دوید من خیلی ریالایزز میگه خداوند کیتا تیغواتی ادونای الوهیم میفتخی من اورای whether is ادنوت که اسم compassion و رحم هاشمه، whether is الوهیم I know it comes from you. میدونم من توکلم به تو، میدونم هر کاری که بکنیست باید خیره، خیره هر اتفاقی که افتاد خیره. آدم باید مرتب تفیلا بخونه که اون چیزی دلش میخواد اتفاق بیفته، ولی once anything that whatever happens کمزور توبه، کمزور توبه، کمزور توبه، خیره توش. بنابراین و داوید میگه ببین و چجوری به این درجه رسیده؟ آلخا نسمختی میبتن میبتن، میگه من به تو تکیه، یعنی who brought me this far؟ اما دشمن خواه برده right؟ از به تو من تکیه کردم میبته، تکیه کردم لسمخ میشه تکیه کردم میبتن از بطن مادر، میمعی ایمی اتا گزی از بطن از شکم مادر. همینطور اتقا میفاشیم یه میمعیمی چجوری من تغذیه کردی، من چجوری این جدن اصلا عجایبی که میدینین تو یک به قول مشخوان میگه، میدینه مشخوان میگه مردم همه مثلا شون سقیله که به ختمتیم اعتقاد داشته باشن، به رستاخیز که مرده ها زنده میشن، میگه یه بچه به وجود اومدن خیلی معجزه بزرگتریه تا اعتقاد به رستاخیز. and he is talking about مرسیمخا قبل از که کلونینگ باشه و قبل از که همه حرفا بشه دیگه صحبت میکنه. الان میدونیم با کلونینگ و دی ان ای و اینا الان واسه الان واسه ازر علم خیلی چیزه که جدا میتونن از یه دی ان ای میتونن تمام یک بدن میتونن بسازن کم کم. بعد واسه برام داره میگه ببین، میگه ببین ختم تیم که یه چیز مثلا یک چیزی که موجود تو دنیا بوده همه اینگریدینتش بوده دو مرتبه چیز بشه، میگه خیلی هضمش ساده تره تا اون معجزه ای که یک نطفه که ایجاد میشه و پرورش میونه چه ماچ بیگر میرکل. میگه منتها چون میراکل مرتب صورت میگیره مردم بهش عادت کردن. ولی داوود امیخ داره میگه، میگه ببین الله خان این وقتی بت میمعی ایمی از بطن مادر چجوری این امبریو این چوش جنین تغذیه میکنه تو وقتی تو وجود مادر هست، نیسیم و نفلاوت معجزاتی که همتوره هم بره حتی گذی به خاطر ایلاتی تامید. واسه هم میگه داوود امیخ I always praise you، من همیشه خداوند تو رو تمجید میکنم، متشکر هستم. و این چیزی که به انسان اون قدرت چیه میده بیتاخونه میده اون توکل میده که بتونی تو کری آن. کسی که منو تا اینجا آورده با all these difficulties all these odd میدونین circumstances he's going to carry me out. so علیخا نسمختی میبتن نیمه ای اینی اتا گزی به خاط ایلتی تمید. this is the pashut pashut what the pasul is saying. ولی به جز این تو که مولا میفرماید عطا گزی یک معنی دیگه هم داره، میگن گزی یه مطرحش میشه چی میشه؟ ها؟ 26 گزی میشه 26 که میفرماید داوود الملک میگن که عطا گزی به خاطر ایلاتی تمید you have been my god تو خدای من بودی از بطن مادر. و همینطور میگن گزی معنی قسم هم هست تو گمارا، گمارا مسیح نیدا میفرماید که قبل از اون که یک طفلی متولد بشه خداوند تو بطن مادر ملاخیم چیزش میکنن بهش قسم میدن، میگن ببین تو این دنیایی که داری میری بدون اونجا یه تراره خواهی داشت، وسوسه های مختلف هست، الان رد تو بطن مادر هستی، شما فقط دادوشا داره رد اینجا داری تورا یاد میگیری فلان، ولی ببین اونجا که میری there are going to be a lot of temptations
قبل که متولد میشی دارن بهش میگن گزینشون قسم دادنه. که دیگه برای فرمایید که ملاخ بهش قسم میگه. بهش میگه ببین اونجا که میری صدیق باش. رایت چیزای یتراره رو نه مرتب این وسوسه های یترارت وجودت نره. رایت و اینو ایت ساکینو سی ملاخ بهش میگه ببین وی ار سند یو ان ا وری وری دیفیکالت میشن. و ما همش اینجا ما همش منتظریم تو میری اونجا جدن طاهر صدیق بمونی تو این در میری سپیس در میری سپیس جرنی و there gonna be a lot of مخاطرات اونجا زیاد مخاطرات روحانی فراوونه. قسمش میگه ببین نشماها را پاک بعد از 120 سال برگردون. مثل میگن گزی میگن نشان قسم هم هست همونطور که تو یرمیا میفرماید گزی نزری شاقی راید که گزی معنی نما میده و بنابراین میفرماید که این و میفرماید که تو میفرشه میگن که وقتی آدم این بیتاخون وقتی اون توکل به قدوش به خود داشته باشه راید این یه چیزی به انسان سیمخا میده سیمخا و شادی میده اون علامت این که آدم بارها عرض کردیم که جدن توکل حریری به هشم داره یا همجوری فقط به قول خزانیش فقط جیک جیک میکنه که توکل به هشم توکل به هشم جدن آدم توکل داره خدای به امید تو که میگیم آیا جدن it's real or not علامتش اینه که آیا آدم تو زندگیش سیمخا داره یا دیپرس آدمی که سیمخا داره یعنی که جدن normally speaking upbeat you know خوشبین انرژایزه این نشون میده که توکل داره باشه و بنابراین این چیزی که جدن قدرت میده که من بتونی کریار بکنم این قدرت ایمانی که اون سیمخایی که ازش مشتق میشه و میفهمه داوید الملک که مفت هاییتی لربیم و حتی مخصی بوز داره ببین خداوند من مثل یک نمونه بودم مفت جو معنی نمونه میده الگو و داوید الملک has been that for generations جدن داوید الملک که تهیلیم انقدر میدونین اهمیت داره مرکزیت داره که تهیلیم میگن ببینین خاطرون عرض کردم بارا دو تا کتاب هست که دارم ایچه هم فقط خوندنش میدونین خیلی آدم انرژایز کنه یکی زهره یکی تهیلیم اصلا کلمات تهیلیم هر کلمش خیلی اینو به روح خودش حساب شده است چه عجب چون داوید الملک که تهیلیمو نوشته کسی بود که میدونین right? چیز بود مردم همه بش... everybody identifies with آدم اینه میگن آدم هر دردی تو زندگی داشته باشه وقتی تیلا میخواه میگه ببین داوید الملک هم he has gone through this you name it he experienced it any kind of history بارت خود رو ارز کردم داوید یه فعه نایم زاره خودش میگه 70 رنگ روزگار تو چشمان داوید الملک and in spite of all that he had a fruitful life he didn't have an easy life یعنی زندگی هیچ کس به خدمتون بارا ارز کردم مشابه شبود بچه‌مون برخا می‌کنیم آه ایشالله مثل سارا ریبگا راخل آه کدوم اینه زندگیش کنه زندگی آسونی نداشتن زندگی خوب زندگی آسون نیست زندگی خوب زندگی که می‌بینی مفهوم داشته باشه با زندگیش چیکار کرده و نسبت به گاوم میچرو میسای میشینه خیلی هم کانتنت و فازو وا چیکار کرده گاو موده و گاوم اومده و رفته this is not the purpose of life زندگی رو این آدم نمازه بچه رو اینشه زندگی راحتی داشته باشی اینشاله که زندگی راحتی هم داشته باشی ولی this is not the main thing که آدم خیلی چیزهای مثلا کاتاعت کنه که به خاطر راحتی نه زندگی باید مفهوم داشته باشی what did they do with my life what did they come for right آدم که با دست پر از این دنیا بره بنابراین اینجا هم داوید الملک didn't have an easy life داوید الملک زندگی خیلی سختی داشت ولی he had a meaningful life زندگیش مفهوم داشت he accomplished in his life و داوید الملک میگه که مفت هاییتی لربی یه خداوند من یک الگوی شدم واسه مردم یعنی مردم وقتی به داوید الملک تو گمارا میفهمید که داوید الملک جدن اون خطای بچه و اینا هم جدن سزاوار نبود که خطا بکنه هشم جلو پاش گذاشت که بینید هیچ کسی از توبه هیچ وقت مایوس نشه یه خود داوید الملک ببین چیز که ببین حوالش بار خداوند رحیمه بخشنده است ببین داوید الملک خطا کرد ولی توشوبه کرد راه توشوبه همیشه بازه و داوید الملک یک الگوس هم که خودش میگه که مفت هاییتی لربیم و اتا مخصی اوز and you have been my همیشه پناهگاه من تو بودی و وقتی جدن آدم میاد سرگذشت داوید الملک هم میخونه که it was to go to see what all that what he went through by the same time تمام این مشکلات تمام این مسائب
ولی همیشه به سیمخا بوده. اگه نه شما حرف نمیزن. بارها گفتیم اینا تمام سالهایی که یعقوبینو فکر میکرد که یوسف کشته شده شما حرفش حرف نزد. چون خداوند هیچ وقت نبوت به کسی که دیپرس باشه نمیده. So David said, all these difficulties, I mean, there were times که هشم باش حرف نمیزد. David said, he had ups and downs. But basically, we see that in spite of everything, he was able, که میدین روح قدش که تیلی ما بمیسه, و سیم داوید چی میشه? که مفت هاییتی لربیم, I was like an example, یک نمونه بودم و شدم برای اسرائیل throughout the generations. Right? که چی? و اتا مخسی اوز. راه که خداوند اون چیزی که جدن به من قدرت داده که تو carry on اتا مخصی از تو پناهگاه من بودی پناهگاه مخصه مخصه میشه پناهگاه پناهگاه من بودی پناهگاه قوی من بودی از بودی در زندگیم و یماله پی تهیلاته خواه کل هیام تیفرته خواه دادان فرماید که دهان من همیشه پر خواهد بود از مده های تو کل هیام تفرته خواهد right? The whole day I'm thinking about your تفرت میشه گدروت عظمت الهیه پر چیز عظمت الهیه و so you know this is you know همون مراتب امتنان و شکر گذاری که بارها گفتیم ما اسرائیل ها یهودی خونده میشیم چون کلمه یهودی از تو دا میاد appreciation that sense of appreciation که رمضان میفرماید که تمام هدف از تورا و میتسوت اینه رمضان میفرماید خداوند تمام که ما کلیسا داریم شیور داریم میتسوت شبات اینه همهش میگه دوتا هدف ده که انسان امونا داشته باشه به هشم و تشکر کنه ازش امونا به عقلش کنه خوب و تشکر از هشم on a regular basis نه فقط صد تا برخا تو روز گفتن و حرف از برخا که میزنیم اینجا میگن یمالی پیتی تو که من از روی یک هلاخه هم یاد میگیرن و هلاخه اینی که آدم وقتی میخواد برخا بگیر باید دهنش توش غذا نباشه باید دهنش پر از برخا بشه یه یماله پی تیلاتخا نه که تو نمیدونم کوکی و انگور نه تو دهنش باشه و برخا هم بگه باید وقتی برخا میگیم البته میگن تو هلاخه میگن اگه آدم مثلا اشتباهن غذای گذاشت رو دهنش و برخا نگفته چیکار بکنه حالا؟ تو باید هلاخه؟ بستگی داره میگن اگه چیزی هست اگه چیزی هست که جدن الان دیگه همه خیلی وسواس دارن ولی میگن اگه مثلا وسواس نداره که میتونه مثلا درش بیاره و برخواه بگی بعدن چیز کنه دست با دیشو دو ولی اگر نه اگه مثلا نوشیدنی که نمیتونه درش نگرده قورتش بده رو جرعه بعدی برخواه بگه ولی اگه مثلا مواد غذایی هست مثلا بذاره یک طرف دهانش و بتونه تمام دهانش باش برخا باید یه ماله پی تهی بطر من اینو یه دفعه بعد همین که شما فرمایی از خدا بیامرزه خواهم یه دیش پرسیدم گفتم اگه این وقت آدم اصلا یادش نباشه یه چیزی رو برای دفعه اولی میخوره میخواد برخا بگه تو دهنش باشه یادش بیاد که برخا نگفته باشه همونم که بگی خدا قبول میکنه یعنی باید یعنی که تو دهنش right. باشه right. برخا رو بگی قبول right. نه اونجا هم البته همینه عرض کردم یعنی باید از مثلا میگن که مارا میگه یه طرف در چیزش بذاره و ولی درست اینه که آدم باید وقتی میخواد برخا بگه قبل از اون که بازم باید عادت بکنه باید مماشی تحت ریفلکس و با دست راستش هم بگیره میگن طبق قباله میگن هرچی میخواد روش برخا بگیم میگن رویه که کامینتس که منم 90 خورده سر تو بیمارستان بوده واسه هنوز به سختی میده دست راست بود دست راستش بگیم که برخا بگیم فرق نمی کنه نه واسه برخا بگیم برخا دست راست ولی برخا ببینیم برخا میگن میگن برخای درست مثل آدم برخا میگن مثل هر پدری وقتی پدر مادر میبینن بچه ها چیزی بهشون میدی اپریشیت میکنن دیگه بیده مور ولی وقتی بیدن دیجنو اپریشیشن میده مانه که بیده مور چون چرا بشه بدن right. so, وقتی آدم جدن اون احساس اپریشیشن رو به هشم داشته باشه رایت right. حقادوش برخو میفهمید که اونجا به سمت تا برخا که حقادوش برخو برخا رو میفرسته که جایی که اون sense of appreciation باشه و انشالله که این تعالیم داوید امن خلا و شالام انشالله الگوی زندگیمون باشه آمین.